آدینه دهم مهر ماه 1394 خورشیدی برابر است با دوم ماه اکتبر 2015 میلادی. با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم. خیلی کوتاه میپردازم به پاره ای از خبرهای روز و بعد میرویم بدون فوت وقت و به استنفورد و من صحبتم رو با آقای دکتر عباس میلانی، بعد از مدت ها که واقعا به علت گرفتاری های زیاد نتونسته بودن در برنامه باشن، آغاز میکنم. در رأس خبرهای ایالات متحده خبر یک کشتار دیگر هست در یک کالج در اورگان و این خبر واقعا بار دیگر مسئله بیبندوباری قوانین حمل اسلحه رو در امریکا مطرح کرده. آقای اوباما با یک نوع پریشانی و استیصال میشه گفت در این مورد با صحبت کرد و عجز خودش رو از اینکه نتونسته در این مورد اقدامی بکنه مجددا یادآور شد. NRA National Rifle Association که یک نهاد طرفداری از آزادی حمل اسلحه در امریکاست و قدرت زیادی داره، تا به حال نگذاشته که این قوانین یه مقداری یه قسمتایش تحت کنترل قرار بگیره و باعث بشه که هر مریض روانی، هر دیوانه‌ای بتونه راحت بره و انواع و اقسام سلاح‌ها رو از فروشگاه‌های بزرگ فروش اسلحه، سوپرمارکت هست اینا بعضی هاش، عظیم، انواع و اقسام وسایل کشتار درش هست، اینا رو تهیه بکنه و بیاد و دست به یک چنین جنایاتی بزنه. و در طی چند سال گذشته اینقدر تکرار شده این قضیه که واقعا عده‌ای رو به سطوح آورده، عده‌ای رو واداشته به این که مرتب راجع به این موضوع صحبت بکنن. آقای اوباما امروز جلسه صحبت با رسانه ها رو داشت، مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی که در رابطه با این قضیه به قدری پریشان بود که اون جلسه رو به اصطلاح تعطیل کردن، رو لغو کردن اون رو. موضوع دیگر که در این باره احتمالاً با آقای دکتر میلانی صحبت خواهم کرد، مسئله این بازی جدید آقای پوتین و روسیه هست در سوریه که بینندگان گرامی خودتون خبر دارید از کم و کیف این قضیه که آقای پوتین با چه ترفندی تونست اون مجلسی رو که کم از مجلس جمهوری اسلامی نداره در روسیه متقاعد بکنه که اجازه، مثلا اجازه دخالت نظامی روسیه رو در سوریه بده به او، و او هم قبل از این که مرکب این اجازه نامه، به اصطلاح اجازه نامه خشک بشه، حمله رو شروع کرد و منابع غربی میگویند که این حمله بیشتر متوجه مخالفین برحق بشار اسد بوده و برای تقویت او. تا چه حد این قضیه درست است و برعکس روسیه میگه که نه، آقای لاوروف با روی باز میان و میگویند که خیر، ما تمام تروریست ها رو هدف قرار دادیم و تروریست ها خب میتونه، تعریف تروریست هم اینجا باید خودش مشخص بشه که منظور از تروریست چیست، کیا رو میگین تروریست، تروریستی رو که آقای پوتین نام میبره یا تروریستی رو که جهانیان میگن تروریستن. به هر حال در این مورد و در مورد مسائل مختلف با آقای دکتر میلانی صحبت خواهم کرد. موضوع دیگری که مطرحه سخنرانی طولانی آقای نتانیاهو هست در سازمان ملل، این نشست های سالانه سازمان ملل، و اینکه از 41 یا 2 دقیقه صحبتی که کرد، قسمت اعظم صحبتش رو به حمله به
جمهوری اسلامی که واقعا خیلی ها حق میدن به او و خب خیلی هم میگن او به خاطر مسائل دیگری ادامه میده به این حمله ها، علارغم اینکه تمام کوشش و تلاشش برای جلوگیری از عقد موافقتنامه بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک به نتیجه نرسید. باز این مطلب دیگری است که با دکتر میلانی درش دربارش صحبت خواهم کرد. مسئله قطع رابطه یمن و بحرین، بحرین دیروز و یمن امروز قطع رابطه سیاسی کردن با جمهوری اسلامی، یواش یواش داره علی میمونه و حوزش، آقای خامنه ای در ایران و این جمهوری دوست داشتنی اسلامی دیگه هیچ جایی رو برای خودش تو دنیا نگه نداشته و این رجزخانی ها و شلتاخ ها هم که ادامه داره. اجازه بدید که بدون اینکه من بخوام دیگه وقت رو بگیرم بریم و بنشینیم پای صحبت های خوب آقای دکتر میلانی در دانشگاه استنفورد و مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد. خب بینندگان گرامی، همونطور که خدمتتون وعده دادم در آغاز برنامه، بعد از مدت‌ها که به علت گرفتاری‌های ممتد و مستمر آقای دکتر عباس میلانی فرصت نشده بود که از محضرشون در برنامه استفاده بشه و من با شما پای صحبت‌هاشون و اطلاعاتی رو که میدن بنشینیم، این فرصت امروز دست داده. من بدون فوت و وقت سلام میکنم خدمتشون و تشکر میکنم که با تمام مشغله‌ای که دارن بار دیگر روی بزرگواری و محبتی که من دارن دعوت من رو پذیرفتن برای شرکت در برنامه. سلام آقای دکتر. قربان، سلام از من به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جایی که هستن و خیلی متشکرم از کلمات پرمهرتون و از دعوت مثل همیشه مختلمتون. قربونتون برم آقای دکتر. من چند تا نکته رو میخواستم به ترتیب اونچه که امروز جمعه ما در خبرها باش روبرو بودیم مطرح بکنم و با وقت محدودی که داریم امیدوارم که بتونم تمام سوالاتم رو با شما در میون بگذارم. آقای دکتر میلانی، شاهد یک بازی عجیب غریب هستیم بین روسیه و کشورهای غربی در رابطه با سوریه و واقعا یک کسی که شنونده یا مخاطب این گروه ها غرب از یک سو و سخنگویان روسیه از طرف دیگر، صحبت هایی که میکنن درست نقطه مقابل هم دیگه است، یعنی سوریه روسیه بدون هیچ گونه فوت وقت تونست یک لایحه رو ببره به مجلسی که ممکنه یه مجلسی شبیه همون مجلسی که ما داریم و در واقع موافقت بگیره که حمله بکنه به اصطلاح تروریست ها در خاک سوریه و بعدم ملاقات آقای اوباما با آقای پوتین و بعدم بلا فاصله، یعنی شاید قبل از اینکه اون مرکب خشک بشه حمله ها رو شروع کرده و منابع غربی میگویند که این داره مخالفین به حق بشار اسد رو بمبارون میکنه نه داعش و اینها رو، و روسیه میگه نه ما داریم تروریست ها رو بمبارون میکنه. داستان چی آقای دکتر؟ کیو باید باور کرد؟ حالا من فکر میکنم هر دو طرف رو نباید به طور کامل باور کرد، باید پذیرفت که هر دو طرف بازی تبلیغاتی دارن میکنن. ولی اگر من انتخاب داشته باشم بین روایت پوتین و روایت اوباما، فکر میکنم احتمال اینکه روایت اوباما به حقیقت کمی بیشتر نزدیک باشه خیلی بیشتر از پوتینه. پوتین یک مستبد دروغگوی، یک فاسد از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی هر نوع امکان دموکراسی در روسیه رو از بین برده و الان هم در اونجا در سوریه به گمان من دو سه تا نگرانی دارن اونها. یه نگرانی عمدهشون به گمان من این است که متوجه شدن که به احتمال خیلی زیاد نگه داشتن دولت اسد حداقل بدون مداخله جدی اینها شدنی نبود و نیست. خود اسد سخنرانی کرد که ارتش ما دیگه نمیتونه همه
این مراکزی که الان در کنترل داره کنترل بکنه. الان چند هفته است که صحبت این است که شاید حتی او مجبور بشه، یعنی اسد مجبور بشه از دمشق عقب نشینی بکنه و برن در جهت اینکه یک منطقه شیعه نشین علوی نشین تحت الحفظ روسیه و ایران، چون رویترز دیروز گزارش داده که ایران هم چندین صد سرباز فرستاده، تجهیزات گسترده فرستاده. این یه وجه قضیه است، یعنی ایران و روسیه هر دو متوجه شدن که این حکومت دست نشونده شون الان، چون اسد واقعا الان دست نشونده ایران و روسیه است، مردم روسیه سوریه به گمان من نشون دادن که او رو بر نمیتابن. ولی در این حال عامل دومی که به گمان من روسیه رو نگران میکنه اینه که اگر اسد از بین بره، اونها تنها پایگاه دریاییشون رو در مدیترانه از دست میدن و با آوردن این نیروها دارن سعی میکنن هم اسد رو شاید تقویت بکنن هم پایگاه خودشون رو حفظ بکنن. عامل سوم به گمان من اینه که به راستی از داعش اینها میترسن. الان امروز اعلام کردن که یه چند حمله هم به داعش کردن، ولی حملات دیروزشون به گمان من همونطور که شما گفتید بیشتر در جهت تقویت اسد بود. ولی یاد اون نره که در میان کسانی که به داعش پیوستن و یک دو تا از فرماندهان بزرگشون افرادی از چچنیا هستن، چچن هستن، و چچنها همونقدر به گمان من با اسد مسئله دارن که با آقای پوتین، و نگرانی پوتین حتما این هست که اینا ممکنه برای دولت روسیه، برای دولت دست نشانده روسیه در چچنیا مسئله ایجاد کنن. ولی این یه بازی خیلی خطرناکی است، یعنی شما ممکنه بیاید سعی کنید اینها رو اونجا داغون بکنید به جای اینکه بخواید در مسکو با داعش بجنگید، ولی اینکه بیایید و حمله بکنید ممکنه شما رو تبدیل به سیبل بکنه برای دقیقا همون چچنهای داعشی که اون وقت بیان انتقام بگیرن در روسیه و کار روسیه رو با دشواری رو بکنن. آقای دکتر میلانی، در خبرها بود که از طرف همین به اصطلاح رسانه های جمعی و به اصطلاح فضای مجازی که داعش اعلام کرده که روسیه با این کارش وارد یک ماجرای دیگه مثل افغانستان شد و با خاری خارج خواهد شد از اینجا، و یک چنین رجزخانی هم ما از اون بر میشنویم. ولی آقای ولید معلم اظهار نظرش جالبه که او علنا درخواست میکنه که چرا قوای به اصطلاح پیاده، یعنی پیاده نظام و سرباز نمیفرستید به برای دفاع از بشار اسد. این رو... بله من اونو میدید، اونا الان مستأصل هستن و اگر حمایت حزب الله با تقویت ایران و قاعدتا با حمایت مالی ایران نبود و حمایت مستشاری سپاه نبود، و الان شاید این چند صد نفری که گزارش شده آمدن، به گمان من تا به حال اسد سقوط کرده بود. و اینکه اسد حاضر مملکت رو به نیمه ویرانه تبدیل بکنه، نزدیک به 240 هزار نفر کشته بشن، چند میلیون آواره بشن، و بر ویرانه یک مملکتی حکومت بکنه، نشون دهنده جنم او به عنوان سوری هست. و البته میگم فقط او در این کشتار شرکت نداشته، داعش هم یک حکومتی است، یک دولتی است، یک قدرت سیاسی است، دست کم به اندازه اسد وحشی، و اونها هم هیچ رحم و شفقتی ندارن، اونها هم مسئول بسیاری از این کشتار هستن. ولی آغاز این کشتارها، آغاز این ناآرامی در سوریه، آغاز این خلایی که ایجاد شد و در اون خلا پدیده مثل داعش ظهور کرد، وقتی بود که اسد به تأسی از پدر قاتلش مردم بیدفاعی رو که کاملا به شیوه صلح‌آمیز به خیابان‌ها آمده بودند و بیشتر دموکراسی می‌خواستند، به توپ و تانک و هلیکوپتر بست
و از اون خونریزی آغازین این دفعه این پدیده پیدا شد. دفعه قبل پدرش به یک روایتی 20,000 نفر رو کشت و در نطفه اون جریان اخوان المسلمین و جریان دموکراتیک در کنار اخوان المسلمینی که در سوریه بود خفه کرد. این دفعه نتونست، برای اینکه خارجی ها هم دخالت میکردن، عربستان دخالت کرد، قطر دخالت کرد، ترکیه دخالت کرد، آمریکا دخالت نکرد، همه اینها کمک کرد به ایجاد شدن این وضع به گمان من فاجعه آمیزی که تازه اول ابعادشه. این چند میلیونی که آواره شدن، تأثیری که اینها میگذارن در منطقه، در اردن، در عراق، در اروپا، وقتی که شما چند صد هزار نفر رو وارد اروپا میکنید با زندگی های مختل شده، با روان های پریشان و مواجهشون میکنید با جامعه ای که خودش بحران زده است و دست راستی های اونجا، نژاد پرست های اونجا، اسلام ستیز های اونجا هر روز مجهز تر میشن، یک ملغمه خطرناکی به گمان من در پیش رو هست. آقای دکتر میلانی، مگر از سوریه دیگه جز ویرانه چیزی باقی مونده جز دمشقی که او درش هست؟ همون گفتم، واقعا بر یک ویرانه ای حکومت میکنن و حاضره که تا آخرین ساختمان هم ویران بشه، تا آخرین 100,000 نفر دیگه هم فرار کنن از اونجا، تا این بتونه مثلا در یک قسمت کوچکی در کوهستان ها یک، شاید هم واقعا بر بعضی ها میگن برنامه روسیه دقیقا همینه که بیان اونجا و یک ولایت علوی تحت حمایه روسیه ایجاد بکنن و همون کاری که روسیه در کریمه کرده، یعنی یک پایگاه نظامی گرفته در کنار آب و از این طریق قدرت نشون داده، اونجا هم این کارو بکنه. ولی به گمان من واقعا اینها نشون دهنده یک فکر دونکیشوتی پوتین هست، یعنی قدرتی که شوروی داشت در یک زمانی به عنوان یک ابرقدرت، الان دیگه با وضع اقتصادی فاسد افسدی که روسیه داره، با یک اقتصاد جهان سومی که داره، دیگه تکرار پذیر نیست و تنها تکیگاهش نیروی نظامی اتمی قدرتمندی است که داره. ولی آینده رقابتی جهان با نیروی اتمی به گمان من رقم نخواهد بخورد. آینده اقتصادی جهان با قدرت علم، با قدرت تکنولوژی جدید و در اون زمینه ها اینها به طور وحشتناکی عقبن. یه اقتصاد واقعا در اقتصاد جهان سومی ادعای قدرت جهان اولی داره و دیر یا زود این کوس رسوایی زده خواهد شد و متاسفانه جمهوری اسلامی هم از سر استیصال به گمان من دوم خودش رو به این رژیم بسته و با اونها خودش رو متحد کرده و با اسد خودش رو متحد کرده و باهاش رو در دراز مدت ملت ایران میدن، خود اینایی که این سیاست ها رو میگذارن که برای هیچ اشتباهی به نظر نمیاد کسی در ایران فعلا حداقل تو اون پس بده یا جوابگو باشه یا پوزش بخواد به خاطر اشتباهاتی که کردن. حالا دولت روحانی در مورد بعضی از این کارهایی که در چند ماه اخیر شده پوزش هایی خواستن، ولی مهمترین مسائل مملکت، مهمترین اشتباهات استراتژیک مملکت که شده در گذشته، کسی تا بال نمیده بگه ما جنگ و 6 سال بی خودی ادامه دادیم، صدها هزار نفر در دو طرف کشته شدن، میلیاردها دلار از ثروت دو کشور از بین رفت، برای چی؟ توضیح نمیدن، پوزشی هم نمیخوان، دورتونی میشن به قول ایرانی ها باقی است. دکتر میلانی، در مورد دو خبری هم که باز امروز و دیروز مطرح شد، هم بحرین و هم یمن قطع رابطه سیاسی کردن با ایران، یعنی واقعا ایران با این اقداماتی که میکنه روز به روز داره ایزوله تر میشه و با این شعارهایی هم که از سران جمهوری اسلامی به خصوص از آقای خامنه ای میشنویم، مرگ بر امریکا و اینها، دیشب اتفاقا در یکی از برنامه های طنز سیاسی امریکا استفن کولبر
آقای جان کری بود که در مورد آینده بشار اسد میپرسید، میگفت اینو ایشونو میخوام بفرستین یه جای خوش آب و هوا که آب خنک بخوره اگه بخواد بره. و خب برنامه یک جنبه طنز داشت، ولی و آیا این امکان پذیر هست؟ گفت آره، ما دیکتاتورهای دیگه هم داشتیم که اینا رو فرستادیم جاهای دیگه و دارن یه زندگی رو میگذرونن. این رو به چه صورت میبینید واقعا آینده بشار اسد؟ والا من هم شنیده بودم که چند وقت پیش یکی از نمایندگانش به یک منطقه خیلی اشرافی خارج مسکو رفته بود برای خرید یه خونه. اون منطقه است که عملا این اولیگارشا اونجا زندگی میکنن، خود پوتین هم ظاهرا اونجا منزلی داره، منطقه شبه نظامیه و فروشگاه های خیلی ویژه داره و این طرفداران سابق و لاحق آقای پوتین اونجا معمنی پیدا میکنن. من شنیده بودم حتی خانومش، تو یکی از گزارش ها خوندم که خانومش هم رفته برای اینکه خونه رو اونجا ببینه. ببینید، با علم به اینکه کشورهای دیگر هم در این مسائل مسئولن و باید حسابشون رو واقعا رسید و باید مسئولیتشون رو برشمرد، ولی رهبر یک کشوری که حاضر باشه یک چنین بلایی بر کشورش بیاد برای اینکه سر کار بمونه، واقعا صلاحیت موندن در اون کشور رو نداره دیگه. یعنی شاید هزار و یک ایراد بر شاه بشه گرفت و حتما هم میشه گرفت، برای اینکه به هر حال از دل سیاست های اون دوران همین رژیم در اومد، ولی شاه نشون داد که حاضر نبود مملکت رو داغون بکنه برای اینکه شاید بتونه بمونه. ارتش ایران که در 1979 ضعیفتر از ارتش سوریه در شرایط فعلی که نیست مثلا، و بودن در ارتش ایران کسانی که حاضر بودن و فکر میکردن که لازمه خشونت بکنن و شاه واقعا اون خشونت رو به حداقل رسوند، برای اینکه فکر میکرد که نمیشه بر از تخت و تاجی صرفا بر اساس ویرانه یک مملکت و بر اساس خون مردم بیگناه برپا کرد. ولی اسد هیچ قپ این قضیه رو نمیبینه و جمهوری اسلامی هم حاضر میلیاردها دلار در چند سال اخیر، به یه روایتی در دو سال اخیر نزدیک بین 7 تا 10 میلیارد دلار یک مرکز تحقیقاتی آمریکا گزارش داده، در شرایطی که مردم خود ایران بیکارن، مردم خود ایران 50% به یک روایتی زیر سطح فقر زندگی میکنن، 7 تا 10 میلیارد رو برای برپا نگه داشتن یک حکومتی که به گمان من برپا نگه داشتنی هم بالمعال نخواهد بود. نمیشه کسی چنین بلایی بر سر مملکتش بیاره و فکر کنه که میتونه در اون مملکت ادامه بده. ممنونم آقای دکتر میلانی. دیروز آقای نتانیاهو نطق 41.2 دقیقه رو در سازمان ملل ایراد کرد، خیلی پرشور و مثل همیشه خیلی محکم و با صدای رسا، و از 41.2 دقیقه صحبتی که کرد شاید 50% وقت رو به گذاشت برای حمله به ایران و به برجام و اینا، ضمن این که یک نرمش هایی هم نشون داد در رابطه با آقای اوباما. آیا واقعا این مخالفت هایی که ادامه داره و بردن یک، یعنی تصویب یک لایحه در مجلس نمایندگان برای جلوگیری از پرداخت قسمتی از پول ایران برای کسانی که تروریسم جمهوری اسلامی عزیزانشون رو از اونها گرفته، این اقدامات رو به چه صورت میبینید؟ آیا امکان داره که این اقدامات واقعا یه سنگ راهی بشه، یک دستانداز بزرگی بشه سر راه ادامه اجرای این برجام؟ و بعدم خب در ایران هم که شاهد این رجزخانی ها هستیم، مجموعه اینا رو به چه صورت میبینید؟ حالا من در اینجا که فکر میکنم قضیه برجام قضیه تموم شده است، یعنی هیچ راه قانونی دیگه برای جلوگیری ازش نیست. تنها راهی که شاید بتونن
سنگ بندازن و اون هم خیلی بعیده اینه که بعضی از مواد برجام اجراش مستلزم داشتن یه بودجه ویژه خواهد بود و کنگره به هر حال در آمریکا در کشورهای دموکراسی کنگره بودجه رو کنترل میکنه، مثل ایران نیست که همه پول دست منابع ولایت فقیه باشه یا آستان قدس رضوی باشه و به هیچ کسی حسابی پس ندن. اینجا اگر بودجه رو اونا بخوان جلوشو بگیرن میتونن یه مقداری سنگ بندازن، ولی به نظر من اون هم قابل حل از طرف آقای اوباما. به همین خاطر اینجا به گمان من تموم شده است و من فکر میکنم آقای نتانیاهو هم اینو میدونه و در واقع اون قسمت نرمش هایی که شما بهش اشاره کردید بخشی از سیاست جدید اسرائیل که ببینن چگونه در یک منطقه و یک مرحله بعد از برجام عمل بایستی بکنند. میزان حملاتش از حتی بعد از زمانی که به گمان من تصویب برجام در کنگره آمریکا قطعی بود تنها به یک دلیل میتونه باشه، یعنی دو دلیل میشه براش تصور کرد. یکی اینکه این انقدر نسبت به این قضیه حساسه، انقدر نسبت به قضیه وسواسی داره که حاضر نیست واقعیت ها رو بپذیره. خب من فکر میکنم که اینطوره، من فکر میکنم اون آدم سیاست مداری است، با خیلی از سیاست هاش آدم میتونه موافق باشه، منم مخالف باشه، منم با خیلی از سیاست هاش مخالف هستم، ولی سیاست مدار کارکشته ایه. دلیل دومی که بشه براش متصور بود این که با این حملات و با این بزرگ کردن خطرات ممکن از نتیجه برجام میخواد امتیازهای دیگه ای از دولت آمریکا بگیره، میخواد امتیازهای دیگه ای از اروپایی ها بگیره، میخواد کمک های نظامی بیشتری دریافت بکنه، میخواد کمک های اطلاعاتی بیشتری دریافت بکنه. من فکر میکنم الان اینا در این اسرائیل الان در فاز ببینیم بعد از برجام چه باید کرد هستن، دیگه اون رو میدونن که کار جدی نمیتونن بکنن و این لایحه هم که دارن سعی میکنن تصویب بکنن به گمان من ره به جایی نخواهد برد. اینها مثل یکی دو رأی آخر اینها در مجلس بیشتر تلاشی است برای اینکه فشار به اوباما بیارن، بیشتر تلاشی است برای اینکه به ایپک مثلا لابی خیلی قدرتمند طرفدار اسرائیل در آمریکا نشون بدن که ما تمام تلاشمون رو کردیم. به هر حال اینکه ایپک نتونست جلوی این لایحه رو بگیره برای ایپک، همونطوری که بسیاری از نشریات مهم آمریکا نوشتن، نیویورک تایمز در این مورد نوشت، مجله اتلانتیک نوشت، یک شکست خیلی مهمی بود و خیلی ها در درون جامعه یهودی آمریکا ایرادهایی گرفتن که چرا شما قضیه که میدونستید نمیشه جلوش رو گرفت تا این حد رفتید سرمایه گذاری کردید برای شکست دادنش. به همین خاطر اینها هم به گمان من جسته و اینکه بتونن در واقع این کار رو بکنن و از این نوع کارها قبلا هم کردن دیگه، رفتن سعی کردن مثلا اون لوحهایی که در دانشگاه شیکاگو هست اونها رو بگیرن از طریق دادگاه، ساختمون بنیاد پهلوی سابق و علوی لاحق رو سعی کردن روش دست بزنن، خیلی کارهای مختلف کردن و هنوز هیچ کدوم به جایی نرسیده. البته من امیدوارم یه روزی واقعا کسانی که مسئول این کارهای تروریستی هستن، چه علیه آمریکایی ها چه علیه ایرانی ها، ایرانی هایی که در خارج کشور کشته شدن توسط ایادی رژیم، امیدوارم یه دادگاه صالحی واقعا بیاد به اینها رسیدگی کنه و مسئولینش رو پاسخگو بدونه و در حدی که لازمه مجازاتشون بکنه. اینکه شما هی تیم بفرستید در خارج هر غلطی میخوان بکنن، آدم ها رو ترور بکنن، صد و خورده ای آدم در اروپا ترور شده، اینجا یکی دوتا در آمریکا ترور شده، چندین ده آمریکایی کشته شدن در جاهای مختلف توسط گروه هایی که به نظر میاد سر نخشون به ایران بس بوده. این ایرانی هایی که در خارج کشته شدن، خب اونا واضحه که سازمان های اطلاعاتی رژیم کشتنشون. یه روزی باید حساب کتاب پس بدن دیگه، یه روزی بایستی
دادگاه های صالح، نه دادگاه هایی که در فضای سیاسی هستن، واقعا دادگاه صالح در ایران یا در خارج یا در هر دو، رسیدگی بکنن به اینکه چه کسانی این دستور رو دادن و چجوری میشه جلوگیری کرد از اینکه یک چنین فضایی، یک چنین تصمیماتی، یک چنین تروری دوباره در مملکت و در جهان حاکم نکنن. ممنونم آقای دکتر میلانی. آقای دکتر میلانی، در مورد باز یه نکته دیگه در مورد صحبت آقای نتانیاهو که خیلی برجسته بود، حمله مستقیمش به سازمان ملل و بی‌انصافی سازمان ملل در واقع گذراندن بیش از 20 عرض کنم که واژه موافقتنامه یا قانون برای در واقع بر علیه اسرائیل بود و اینکه حتی یک مورد بر علیه ایران مثلا به اون صورت نبوده و به خصوص در مورد سوریه و اینکه الان این همه آدم کشته شده، فقط یک مورد در این سازمان ملل در واقع قطعنامه، دنبال واژه قطعنامه میگشتم، قطعنامه صادر شده. این رو تا چه حد واقعا محق هست آقای نتانیاهو؟ والا من فکر کنم از یه طرفی بدون شک کشورهای جهان سوم به خصوص در طول این سالها سازمان ملل رو یه فرصتی میدونستند که میشه از اون طریق به اسرائیل حداقل فشارهای تبلیغاتی آورد. بسیاری از این قطعنامه ها امکان اجراییش وجود نداشت. قطعنامه ای که مثلا میگفت صهیونیسم یه فرم نجات پرستی است، اون بیشتر حالت دلخوشکنک داشت برای اون کشورهایی که این رو تصویب کردن تحت فشار کشورهای عربی، تحت کمک مالی کشورهای عربی به بعضی‌ها که به این لوایح این قطعنامه ها رأی دادن. ولی از یه طرف دیگه به گمان من اولا درست نیست که سازمان ملل علیه ایران قطعنامه صادر نکرده. سازمان ملل یکی از شدیدترین تحریم های تاریخ سازمان ملل رو علیه ایران بس کرده، ایران رو چندین بار محکوم کرده. دو، اسرائیل هم بسیاری از قطعنامه هایی که سازمان ملل تصویب کرده و قطعنامه های برحقی بودن، یعنی شما میتونید بگید اون قطعنامه که در مورد مثلا نژاد پرستی صهیونیسم گفتن قطعنامه سیاسی بود، ولی قطعنامه ای که میگه شما باید از مناطق اشغالی خارج بشید، میگه شما نمیتونید در مناطق اشغالی خانه سازی بکنید، اینها بر اساس قوانین لایج بین المللی هستن و اینکه اسرائیل دائم این قوانین رو نادیده میگیره، اون وقت جای اعتراض به گمان من کمتر میگذره. یعنی اگر اسرائیل قطعنامه های سازمان ملل رو، به خصوص قطعنامه هایی که به نظر میاد اجرا نکردنش در دراز مدت به ضرر اسرائیل خواهد بود، من باورم نمیشه که در دراز مدت اسرائیل میتونه مناطق اشغالی رو اشغال بکنه. نمیشه، یعنی نمیشه چند میلیون رو در شرایطی که این چند میلیون الان هستن نگه داشت و هم ترکیب اسرائیل عوض میشه و هم اینها قیام میکنن. به قول یکی از خود مهمترین شخصیت های داخل اسرائیل میگفت نمیشه هم مناطق اشغالی رو نگه داشت و هم اسرائیل رو دموکراسی خوند، یکی از این دوتا رو بایستی وا بگذاریم. با شیوه غیر دموکراتیک میشه اینها رو نگه داشت، ولی نمیشه ما دموکراتی باشیم، خودمون رو دموکراسی بدونیم و فکر کنیم که این چند میلیون رو میشه به این شکل محدود کرد. اگر اون لوایح رو، اون قطعنامه ها رو اجرا می کردن، خب اون وقت به نظر من ایرادهایی که می گیره ایرادهاش یک کمی بیشتر چیز داشت. ولی در اینی که من میفهمم که ناراحتیش از کجاست که بعضی کشورهای جهان سوم به خصوص در سالهای قبل که اعراب، الان به هر حال عربستان و قطر و اینها یه جوری متحدین بالقوه اسرائیل هستن، ولی یه زمانی بود که اونها خودشون متحدین بالقوه و بالفعل عرفات و الفتح و
اینها میدونستن و کلی پول خرج میکردن برای اینکه این نوع قطعنامه هایی که تنها مفر حمله به اسرائیل در یک سازمان بین المللی بود از سازمان ملل تصویب بشه و دلخوری تاریخیشون به نظر من یه مقداری به اون برمیگرده. متشکرم آقای دکتر میلانی. میخواستم یک بسیاری شاید بگم که بزنم به یک راه دیگری در این مورد. این قوانینی که در ایران داشتیم در سابق بوده کمتر به این قوت و قدرت بوده، امروز اینها آمدن خیلی غلیظتر کردن، منظورم قوانین زن ستیز این رژیم هست و این روزها صحبت اینه که اگر که زنی میخواد از ایران خارج بشه باید رضایت همسرش و شوهرش رو داشته باشه، که البته معلوم نیست چرا از اونور این صادق نیست، چرا یک شوهر وقتی میخواد بره مسافرت نباید رضایت زنش رو داشته باشه. این داستان چیه؟ این بازی بازی و معرکه است که باید معرکه آخوندی اسمشو گذاشت؟ من فکر نمی‌کنم معرکه آخوندی است. من فکر می‌کنم یک حرکت بسیار بسیار بر حق زنان ایرانه، برای اینکه یکی از ابتدایی ترین حقوقشون رو که جزء حقوق بشر احقاق بکنن. یعنی اینکه شما بگید یک شوهری حق داره به خاطر اینکه میگه بچه من مثلا جشن فارغ التحصیلی است، یکی از درخشانترین ورزشکارای ایران رو از شرکت در مسابقه محروم بکنه، از ادامه فعالیت حرفه‌ایش محروم بکنه، نگذاره این کار مربیگریشو بکنه، نگذاره به عنوان کاپیتان تیم ملی ایران بره در مسابقه شرکت بکنه، واضحه این کار برحقی نیست، واضحه این کار عقب افتاده است. و اینکه بعضی از آقایون روحانیون در چند روز اخیر گفتن که ما نمیتونیم با این موافقت بکنیم چون در قرآنه، خب چیزهای دیگه هم در قرآن هست که تشیع اتفاقا با ظرافت و با درایت عوضش کرده، در قرآن بردهداری هم هست، ولی فقها بعدن اومدن گفتن که نمیشه، شرایط عوض شده، سن متوسط سن مجاز برای ازدواج دختر رو مگه عوض نکردن؟ از 9 سالگی آوردن به سالهای دیگه، گفتن شرایط عوض شده، شرایط اون زمان عوض شده، شرایط اقلیمی عوض شده. اصلا یه تفاوتی که تشیع با تسنن برای خودش قائله اینه که باب فقاهت، باب اجتهاد بازه و ما میتونیم این چیزا رو عوض بکنیم. خب در شرایطی که الان 60% مملکت زناشون 60% فارغ التحصیلای دانشگاهی ایران به یک روایتی زنا هستن، یه زنی که تحصیل کرده است، دیپلم دکترا داره، فوق لیسانس داره، حقوق دانه، چرا باید منتظر شوهرش باشه برای اینکه اجازه خروج از مملکت داشته باشه؟ به یه روایتی اجازه خروج از خونه هم نباید داشته باشه. به یک روایتی بعضی از همین روحانیون معتقدن که خروج از خانه هم محتاج اذن شوهره. چرا در قرن 21 یه دختر تحصیل کرده ایرانی بایستی از پدرش یا از شوهرش یا از برادر بزرگش یا از بابا بزرگش اجازه داشته باشه برای اینکه بره به سفر، برای اینکه بتونه اینها رو اگر با درایت حل نکنن، خب واضحه که مردم زیر بار این نخواهند رفت. قانونی که ناحقه و قانونی که زمان اجراش گذشته هیچ وقت قابل دوام نیست. ممکنه شما چند ماه، چند سال حتی به داغ و درفش بتونید این رو بر جا نگه دارید، ولی زمان این نوع قوانین برگذشته. زنان ایران مستحق و مصرن برای اینکه آزادی و برابریشون رو داشته باشن. همه موانع رو هم دیدیم از دست، از راه به تدریج بردن. یعنی در این 35 سال این آقایونی که الان فکر میکنن اذن شوهر بایستی کماکان لازم باشه برای رفتن بیرون از خونه یا بیرون از مملکت، خوبه برگردن و نگاه کنن ببینن در آغاز چه تلاشهایی شد برای محدود کردن زنان
و زنان چگونه زیر بار اینها نرفتند و سنگر به سنگر اومدند و با درایت و با احتیاط بدون افراط حقوقشون رو دارن میگیرن. این حقشون هم به گمان من حتما خواهند گرفت. یعنی جامعه که 60 خورده درصدش فارغ التحصیلاش زنن نمیتونه جامعه ای باشه که در اون مرده حق داره که از حرکت زنش، از رفتن زنش به کنفرانس علمی ممانعت بکنه. راه های پیدا کردن یک گریز شرعی هم مطمئنم روحانیون خودشون این راه ها رو بهتر از همه میدونن. اواخر دوران شاه اتفاقا خیلی جالبه، اواخر دوران شاه در دورانی که هویدا هنوز نخست وزیر بود، من اینو هم در کتاب هویدا بهش اشاره کردم، هم در کتاب شاه، این بعضی از طرفداران جنبش زنان اون زمان به خصوص خواهر شاه، شاه دخت اشرف و اون مرکز زنانی که اداره میکرد، یه لایحه‌ای ظاهرا پیشنهاد کردن، یه طرح لایحه‌ای که این حق رو به زنان بدن که زنان بتونن بدون اجازه شوهر پاسپورت دریافت بکنن. و ظاهرا هویدا با مشورت بعضی از آقایون علمای اون زمان یا آقایونی که با علمای اون زمان تماس داشتن میگه که فعلا در این شرایط صلاح نیست، ولی اگر اون زمان اون کار رو میکردن خب شاید الان وضع طوری دیگر میشد. البته قانون حمایت خانواده ای که در همون زمان تصویب شد و بسیاری از این اجحافاتی که به زنان میشه، این اجحافی که میگه بچه مادری رو جدا میکنیم به هر شکلی هست که به پدرش میدیم یا به خانواده پدرش میدیم به جای اینکه به اون بدیم، این اجحافی که زن حق هیچ گونه استفاده از ثروت مشترکی که در خانواده ایجاد کردن نداره بین اون به استثنای اون نفقه ای که بایستی شرعن بهش تعلق بگیره، خب اینا رو داشتن عوض میکردن و عوض هم کردن. لایحه خانواده، حمایت خانواده خیلی لایحه مترقی بود. اولین از اولین لایحه ای که آیت الله خمینی نفیش کرد و برش انداخت و گفت دیگه این ملغاست، همین لایحه حمایت از خانواده بود و تلاش برای دوباره منقاد کردن حقوق زنان. و دیدیم که تا حدی در آغاز تونستن، ولی زنان ایران با شجاعت و درایت و حوصله و استمرار هر روز حقوق بیشتری رو که بهشون تعلق داره و به زور ازشون گرفته شده دارن بازپس میگیرن. متشکرم آقای دکتر میلانی. سوال زیاد است و فرصت مثل همیشه کم. این تجلیلی که از آقای ایرج پزشکزاد شد در استنفورد که واقعا با شکوه بود و واقعا باید از جنابعالی تشکر کرد در درجه اول که نه در مورد ایشون، در مورد بسیاری از بزرگان کشورمون اقداماتی که شده در استنفورد و در نهادی که به همت عده‌ای از هموطنان خوبمون اونجا احداث شده و سرپرستی و مدیریت بی نهایت خوب جناب عالی واقعا انسان رو خیلی امیدوار میکنه و خوشحال میکنه. آقای پزشکزاد یک قطعه ای رو نوشته بودن تحت عنوان صندوق لعنت که کوتاه بود و با همت آقای پرویز صیاد که در تماس با آقای آقای پزشکزاد خواسته بودن که این رو روی صحنه بیارن، آقای پزشکزاد دست به قلم بردند و اون رو یه مقداری تغییر دادن و مفصل تر کردن. مثل اینکه اولین اجرای این نمایشنامه که باز با همت پرویز صیاد قرار روی صحنه بیاد در استنفورد خواهد بود، درسته این؟ بله کاملا درسته. من به محض اینکه شنیدم از آقای صیاد که یه چنین کاری رو دارم کنن، ما آقای صیاد تشریف آورده بودن اینجا برای یه جشنی که ما در مورد فیلم اسرار گنج در ری جنی داشتیم، به من گفتن که من دارم روی چنین چیزی کار میکنم و من خیلی کنجکاو شدم و گفتم اگر بخواید اینجا در واقع اولین اجراش داشته باشید بسیار بسیار ما مشتاق هستیم. و هم ایشون خیلی لطف داشتن و گفتن که
فکر خوبیه و هم تا اونجایی که شنیدم آقای بزشتاد هم راغب بودن که اولین نمایشش اینجا باشه و ما در اکتبر 14 داریم این نمایش رو در دانشگاه در دینکل شپیل رو صحنه میبریم و بلیتش هم دیروز قابل ابتیاست برای همه، برای کسانی که در استنفورد درس میدن یا کار میکنن یا دانشجو هستن $15، برای غیر استنفوردی ها $25. از طریق همونطوری که عرض کردم تیکت آفیس استنفورد، اگر به وبسایت ما برن یا به وبسایت استنفورد برن اون تیکت آفیس رو میتونن اینا رو این بلیت ها رو ابتیا بکنن و چون یک اجراست و تعداد طرفداران هم آقای صیاد و هم آقای بزشتاد و هم داستانی که بله در مثنوی هست، داستانی که در اصل ظاهرا از 1001 شب اومده و بعد به مثنوی راه پیدا کرده. من اتفاقا چند شب پیش با آقای بیزایی صحبت میکردم در مورد این نمایشنامه و اینکه میخواستم بدونم که داستانی که در 1001 شب بهش میگن این اشاره داره چیه. آقای بیزایی نکته خیلی جالبی گفت، من یه جایی قبلا نوشتم که به گمان او، یعنی به گمان بیزایی، کل مثنوی در واقع یک بازنویسی بسیاری از داستانهای 1001 شب. این مثنوی رو میگفت یک روایت شعری 1001 شب که حرف خیلی خیلی جالبی بود برای من، خیلی حرف قابل تعملی بود. برحال یکی از این کارها، یکی از این کارهایی که ریشه در 1001 شب داره در اکتبر 14 اینجاست، بعد داره در شهرهای دیگه هم اجرا میشه، ولی اولین اجراش من خیلی خوشحالم و خوشبختم که اینجا خواهد شد. چون آقای دکتر سالون چقدر جا داره؟ جانم؟ سالون چقدر جا داره؟ چند نفر؟ سالون حدود 700 تا جا داره. 700؟ سالون بزرگی است. همون سالونی نیست که وقتی که آقای پزشکزاد اومدن اینجا استنفورد؟ نه، اون سالونی که آقای وقتی که آقای پزشکزاد اومدن اون سالون اون نبود. یه سالون دیگه بود، اون سالونی که آقای پزشکزاد بودن صحنه‌اش به اندازه کافی عمق نداشت. این ما سالن دینکل شپیل رو گرفتیم که در واقع سالن اجراهای موسیقی و تئاتری استنفورد هست و پشت صحنه داره، از لحاظ نور و اینا امکاناتش خیلی زیاده. و برنامه دیگری هم که میخواستم اعلام بکنم که دوستان شاید بخوان بیان، در نوامبر 6 امسال ما جایزه بیتا رو میدیم. امسال برنده جایزه بیتا استاد یاشاتر هستن که فکر میکنم معرف حضور همه هستن، ویراستار و سردبیر و بنیانگذار انسایکلوپیدیا ایرانیکا هستن که واقعا کار ستورگیست، تا اونجایی که من میدونم مهمترین کاریست که در زبان انگلیسی یا فارسی به گمان من مهمترین مجموعه است که در مورد تاریخ غنی ستورگ ایران تهیه شده و به همت ایشون را افتاده و در نوامبر 6 در دانشگاه استنفورد در ساعت 6:30 جایزه بیتا به ایشون داده خواهد شد و امیدوارم که دوستانی که در منطقه هستن تشریف بیارن و ادای احترامی شده باشه به کسی که واقعا خدمت عظیمی به فرهنگ و زبان ایران کرده. دکتر قبل از خداحافظی وبسایت وبسایتی رو که اشاره کردید برای تهیه بلیت اعلام بفرمایید که بگذاریم روی اگر بیان به وبسایت خود ایرانیان استادیز در استنفورد، از اونجا میتونن تو برن تو ایونت های ما، اون پوسترش اونجا هست، میتونن از طریق استنفورد تیکت آفیس خیلی راحت همین اگر بدن به استنفورد تیکت آفیس اونو میبره به محل و روزش رو بدن که همین اکتبر 14 میتونن بلیت رو ابتیا بکنن. در این حال ما چون این برنامه رو دیر، ما معمولا برنامه همونو چندین ماه از پیش تدارک میدیدیم میبینیم، این بار چون من دیر خبردار شدم و از طریق آقای صیاد خبردار شدم
میخواییم خبر رو به تعداد بیشتری از مردم برسونیم، در اون سایت کدوم هم تبلیغ کردیم در موردش، و در سایت کدوم هم اگر از اون طریق هم برید اون مستقیم شما رو به استنفورد تیکت آفیس میبرید. آقای دکتر میلانی بی‌نهایت سپاسگزارم. از شما متشکرم. روز و روزگار به شما خوش.